حکم سود عالی جمهوری تاجیکستان نسبت شورشگران. کنسپسی نوی حکومت تاجیکستان بر ضد اسلام. در تاجیکستان مبارزه علیه با نام اکستریمیسم ادامه دارد. سود عالی جمهوری تاجیکستان در پس درهای پوشیده نسبت یک چند نفر طرفداران سابق معاون وزارت مدافع کشور عبدالحلیم نظرزاده حکم حبس برآورد. طبق معلومات خویشتبران محکوم شدگان، سود عالی جمهوری تاجیکستان نسبت صدرالدین نعمتوف و سیراج آدینایف حکم یک عمره حبس برآورد. امرالله نورو باشد با حکم سود مذکور به 23 سال محرومیت از آزادی محکوم گردید. نام و نسب محکوم شدگان دیگر الحال معلوم نیست. مرافع نهایی سود هفته گذشته جنبست گردیده بود. از سبب محفی بودن این مرافع سعودی امروز این معلومات دسترسی ما گردید. از روی معلومات آژانسی اطلاعاتی آزادی در سامانه تاج نیوز خبرگزاری مخالفین تعداد محکوم شدگان 9 نفر بودند. به همه آنها برای تشکیل کنی و اشتراک در گروه آشوبگران ماه سپتامبر سال 2015 عیب اعلان کرده شده بود. یادآور میشیم که نظامی رحمان 4 سپتامبر سال 2015 معاون وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان ژنرال مایور عبدالحلیم نظرزاده را با اسیان مسلحانه عیبدار کرده، همان لحظه نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز برای تشکیل کنی و مبلغ گذاری به این اسیان عیب اعلان نمود. نظرزاده در گذشته اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، اما بعد عهدنامه سال 1997 که کوتی 30% را افاده میکرد، همچون نماینده مخالفین به وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان به کار قبول کردیده بود. از روی عقیده کارشناسان رویداد این اسیان تحت شبه های زیاد قرار میگیرد، زیرا همه پرونده ها و معلومات ها نسبت این حادثه، اینچنین گذاریدن مرافع سعودی نسبت این اشخاص در حالت جدی مخفی گذرانیده شد. درباره در کدام حالت کشته شدن عبدالحلیم نظرزاده و پیروان نزدیکش الان سخن گفته نمی شود. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین اصلف اظهار کرد که برای باز هم سخت‌تر کردن مبارزه علیه اکستریمیسم کنسپت ملی نو باید قبول کرد. در این باره او در واخری کارشناسان درجه عالی که سنه 13 میلیون در دوشنبه برگزار گردیده بود بیانات داد. از گفته سراج الدین اصلف کنسپت نو ملی چاره‌بینی‌های فهماندهی در بین جوانان و در بین زنها، اینچنین باز هم مستحکم نمودن رابطه با جمعیت‌های شهروندی را در بر می‌گیرد. باید قید کرد که امروزها همه چاره‌های ضد اسلامی ذکر گردیده، علاقه در بین مردم از تجربه گذشته ایستاده است. مثال آن پهن فهمیشات بیگانه بودن حجاب، لباس شرعی زنان به تاجیکان یا ممنوع بودن گزاریدن نماز جمعه برای نورسان که سنشان تا 18 ساله و غیره از جمله آنهاست. تاجیکستان در دایره عهده‌داری بین المللی برای پیشگیری تروریسم کارهای نظرس را انجام داد. در داخل کشور ضد جلوگیری اکستریمیسم کوشش‌های زیاد کرده شده است. ما یکی از کشورهایی میباشیم که با وجود تهدید تروریسم و تامین امنیت و ثبات کشور قادر گشتیم، افزود وزیر کارهای خارجه. ظاهرا معلوم است که وزیر با این سخنرانیش میخواهد دستگیری کشورهای خارجه را برای مبارزه بر ضد اسلام نائل گردد و جامعه جهانی نظام موجوده را با پیروی مردم به فکرهای اجنبی تنقید نکند. 6 نفر استقامت کنندگان ولایت سوخت با عیب با نام ازاگی به گروه اسلامی سلفیه که در تاجیکستان فعالیتش ممنوع است، با حکم دادگاه به سالهای گوناگون از آزادی محروم گردیدند. سن و سال آنها از 28 تا 42 ساله بوده. همه آنها از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان ماه مارس سال 2016 دستگیر شدند. دادگاه هر یکی آنها را گناهکار دانسته با ماده 307 قسم 2 بند 3 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان حکم کرد. شریفوف عبدالجبار، میرزایف سنت الله 33 ساله و رستمبی قلندلف 42 ساله را به 4 سال و 3 ماه از آزادی محروم کرد. شرف رسولوف 31 ساله و میرعلی رحمانوف 32 ساله را به 3 سال و 8 ماه از آزادی محروم ساخت. علاوه‌تن میرزایف محمدی 28 ساله را به 4 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد. اینچنین یک هفته قبل دادگاه ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان با چنین عیبها 6 نفر ساکنان این منطقه را از 3 تا 5 نیم سال محکوم کرده بود. یادرس کردن لازم است که وقتهای آخر رژیم رحمان نسبت هر یک شهروندی که به عمل کردن رکنهای دین اسلام دعوت میکند شکار حقیقی اعلان کرده است. یکی از ضربه های اساسی به واعظان گروه سلفیه راست آمد، چون که وقتهای طولانی این گروه برای احیای اسلام در تاجیکستان نقش مهم میبازد.